امروز آموزش ناگت مرغ جذاب داریم. برای شروع کار ما احتیاج به 3 تا نون توست داریم که به این صورت کناراش رو برش میزنیم و بعد خودش هم قورت میکنیم و میزنیمش داخل یه دونه کاسه. بعدش 1/2 پیمونم شیر بهش اضافه میکنیم، یه مقدار میزنیمش کنار تا حالت خمیری به خودش بگیره. حالا وقت اینه که 500 گرم مرغمون رو داخل دستگاه غذاسازمون بریزیم. من از رون مرغ استفاده کردم که کمی رنگش صورتی تر شد. کمی که مرغمون هم خرد شد بهش نون توست و یه دونه زرده تخم مرغ رو اضافه میکنیم. 2 حب سیر داریم، یه بند انگشتم زنجبیل که به این صورت خرد و لهش میکنیم و اضافه میکنیم به بقیه موادمون. دوباره دستگاه رو روشن میکنیم. خوب که مخلوط شدن، 1-2 قاشق غذاخوری روغن، ترجیحاً زیتون و ادویه ها که مقدارش داخل کپشن براتون مینویسم. خوب که موادمون با هم ترکیب شدن و یه خمیر چسبناکی به دست آوردیم، ما از یه قالب استفاده میکنیم، روی سطحش رو روغن میزنیم و بعد مرغ رو روش میریزیم، کف دستمون رو چرب میکنیم و به این صورت به راحتی پهنش میکنیم. قالبمون هم 20 دقیقه میره داخل فریزر. تو این فاصله 2 تا تخم مرغ داریم، 3-4 تا قاشق غذاخوری شیرم بهش اضافه میکنیم و خوب به هم میزنیم و بعد ما احتیاج به آرد و پودر سوخاری داریم. قالب از داخل فریزر در میاریم و به این صورت به راحتی برش میزنیم. بعد از این اول داخل آردی که کمی بهش نمک، فلفل سیاه و پودر سیر زدیم وارد میکنیم و خوب همه قسمتاشو آردی میکنیم. بعد از اونم میره داخل تخم مرغ و بعد پودر سوخاری. دیگه توی این مرحله ناگت مرغمون 90% آماده شده، میره داخل فریزر. یه روبی هم دوباره داخل فریزر میمونه و آماده میشه برای سرخ کردن. روغنتون هم که خوب داغ شد، ناگتاتون رو هر طرفش 4-5 دقیقه با حرارت ملایم سرخش کنید و بعد از اینکه سرخ شد روی یه دستمال مخصوص که روغن اضافهش هم میگیره قرار بدین و دیگه کار ما تموم شد. اینم از یه ناگت خوشمزه خونگی که به همتون پیشنهاد میکنم که یک بار امتحانش کنید. شما میتونید بین این خمیر مرغتون کمی پنیرم قرار بدین که موقعی که درست میکنین ناگت مرغ پنیری هم داشته باشین. خودشه. بله.